میپرسن چیکار کنیم که حجم فایل نرم افزار ایلوستراتور، حالا همون AI یا JPG رو کاهش بدیم که حجم زیادی از سیستممون رو نگیره. درود، من سارا هستم. خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکین. اگر این سوال شما هم هست، این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. من این فایل رو وارد نرم افزار کردم چون حجمش خیلی بالاست، به خاطر این عکسی که اینجا قرار گرفته و این ببری که حالا خیلی با جزئیات طراحی شده. من راست کلیک میکنم، آن گروپش میکنم، دور راست کلیک میکنم، آن گروپ میکنم. میبینید که دونه دونه هر کدوم از این رنگ ها و موهای بدن این حیوان طراحی شده. این قسمت لایران میبینید دونه دونه طراحی شده، پس حجم خیلی سنگینی رو داره. خب یه کنترل زد میزنم برمیگردم که همون حالت گروپ باشه. دو راه داره، شما میتونید این حجم رو کم بکنید. قبل از اینکه من بخوام حجم رو کم کنم، اول میخوام از همین حجم اصلی، بدون اینکه حالا حجمش رو کم بکنم، یه سیو میگیرم که شما میتونید مقایسه بکنید. این طراحی رو هم خودم انجام دادم، آموزشش هم توی کانال هست، عزیزانی که ندیدین میتونید ببینید، لینکش هم این بالا براتون میذارم. قبل از اینکه بخوام اون دو راه رو بهتون بگم، میام تو قسمت فایل، سیو از رو میزنم، روی دسکتاپ یه عدد 1 میدم و سیو رو میزنم. خیلی معمولی سیوش میکنم. میام روی دسکتاپ، روش کلیک میکنم. ببینید سایزش 55 مگابایت هست. خب خیلی حجم زیادیه. راه اول اینی که شما میتونید چشم اینا رو بردارین، یعنی یک زمینه سفید بذارین. شاید یه راه خنده‌داری به نظر بیاد ولی جواب میده. ببینید دیلیت نمی‌کنید و فقط چشمش رو برمی‌دارین. میام تو قسمت فایل، سیو از رو میزنم، روی همون دسکتاپ عدد 2 رو میدم که مقایسه بکنید. دوباره میام این قسمت پایین، 2 اومد اینجا. ببینید روش که نگه دارم 28 مگابایت شد. اولی چند بود؟ فایل اصلیمون 55 مگابایت بود و الان شد 28 مگابایت. خیلی حجمش اومد پایین. و اگر روش دابل کلیک بکنید کیفیتش هم از دست نداده. من الان دابل کلیک کنم همونه دیگه. ببینید کیفیتش از دست نداده. من اینو میبندم دوباره. میام روی فایل اصلی، یعنی روی 1 که همون 55 مگابایت بود. که راه دومه بهتون میگم. راه دوم اینه که شما بیان از طریق فایل، سیو از، و الان عدد 3 رو میدم که باز مقایسه بکنیم. تو قسمت آپشن یه دونه create pdf compatible فایل داریم، یه دونه embed icc پروفایل. این دوتا تیکش رو برداریم. بعضی وقتا فقط اولی تیکش رو برداریم اوکی، ولی خب بعضی موقع حجمش پایین نمیاد، باید تیک embed رو هم برداریم. این دوتا که تیکش رو برداریم اوکی رو بزنید. الان دوباره من بیام عدد 3 رو داده بودم بهش دیگه، ببینید 28 رو 1 مگابایت بود. قبلی هم که چشمش رو خاموش کردیم 28 مگابایت شد، اما فایل اصلی 55 مگابایت بود. اینقدر سرعتش رو عذرخواهی میکنم، حجمش رو میتونید بیارین پایین تر، ولی خب پایین تر از این اگه بخواین سیو بکنید PDF هم میتونید بگیرید، که خب بعضیا اون فایل AI رو میخوان داشته باشن. حالا اگر بخواین JPG حجمش رو کم بکنید، بذارید من دوباره عدد 1 رو باز کنم که حجم اصلی باشه. میام تو قسمت فایل، اکسپورت از. شما میتونید از طریق سیو فور وب هم حجم رو پایین بیارید. خب این پایین سمت چپ میبینید، قبلا هم این آموزشش رو گذاشتم برای خروجی گرفتن، الان شده 1 مگابایت. شما تو قسمت سمت راست کوالیتی میتونید کوالیتی رو کم کنید. همینجوری که کوالیتی رو اینجا کم میکنید، حجم اینجا رو هم داریم میبینید شد 440 کیلوبایت. خب شما میتونید یک مقدار بیشترش کنید، 674 کیلوبایت. اگر بخواید برای سایت استفاده کنید، این بهترین راهه که حجم رو بیارین پایین. اما اگر برای غیر سایت میخواین استفاده کنید، این کارو نکنید. از سیو فور وب استفاده نکنید، این مخصوص وبه، چون کیفیت رو به شدت میاره پایین. من الان روی همون 70 قرار میدم که 674 کیلوبایت باشه. سیو رو میزنم روی دسکتاپ، همون 1 رو هم بهش میدم. خب الان اومد اینجا، خب شد همون 548 کیلوبایت. ولی وقتی روش که کلیک بکنم، یک مقدار زومش بکنم، اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره. میبینید کیفیتش رو خیلی از دست داد، اون کیفیت خوب رو نداره. عزیزانی که میخوان با انواع ذخیره کردن فایل ها تو نرم افزار ایلوستراتور آشنا بشن، میتونن تو قسمت پلیلیست 0 تا 100 ایلوستراتور مراجعه بکنن و اونجا آموزشش هست. لینکش رو همینجا براتون میذارم، میتونید کلیک کنین و وارد اون آموزش بشین. بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.
حالا از طریق وب نمیریم. میام تو قسمت فایل، اکسپورت و اکسپورت از رو روش کلیک میکنیم. این قسمت یوز آرتورک رو حتما باید تیکش رو زده باشه. من عدد 2 رو اینجا بهش میدم. اکسپورت رو میزنم. این قسمت کوالیتی رو شما میتونید بیارین تا آخر که مطمئنم اگه بیارین تا آخر خب اون حجم بهترین کیفیت رو بهمون میده. من اگه اوکی رو بزنم بیام این قسمت عدد 2 بود دیگه. حجمش هست 16 مگابایت. روش که دابل کلیک بکنم میبینید که کیفیتش فوق‌العاده هست. خب اما 16 مگابایته. دوباره من میام تو قسمت فایل، اکسپورت و اکسپورت از رو میزنم. تیک اینجا رو میدم، این بار عدد 3 رو بهش میدم، اکسپورت رو میزنم. شما این قسمت کوالیتی رو میتونین کم کنید ولی نه اونقدر که کیفیتش از دست بده. مثلا میتونین بیاین روی های قرار بدین، البته کمترم اشکال نداره چون هر کدوم از اینا رو که بزنین میتونین برین یه چک کنید ببینید کیفیتش خوبه یا نه. روی 3 اوکی هست، یعنی خیلی زیاد کیفیتش پایین نمیاد ولی دیگه لویر لو نیاریدش. روی مدیوم که قرارش بدین اما 300 دی پی آی رو باید روی همون 300 باشه، روی 72 نذارید. اوکی رو میزنم. الان میام عدد 3 بود، الان شد 3 مگابایت. دوباره من روش دابل کلیک کنم میبینید که کیفیتش از دست نداده. خب میتونین تست بکنین، میتونین پایین ترین کیفیت رو هم بزنید، شاید کیفیتش از دست نداد. حالا میتونیم الان تست هم بکنیم. مثلا عدد 4 رو بهش بدم و این بار کیفیتش رو بیام روی 1. روی 0 که نه دیگه، روی 1. و الان برم اینجا، عدد 4 بود درسته، 2 مگ شد. نه زیاد کیفیتش از دست نداد. ولی خب اگر شما بخواین برای مثال عدد 5 رو این بار بهش میدم، شما این رو روی 1 قرار بدین، بخواین خیلی دیگه حجمش رو بیارین پایین و این رو بیارین روی 72 قرار بدین و اوکی رو بزنید، الان حجمش شده 234 کیلوبایت. ولی حالا زومش میکنم، کیفیتش فوق‌العاده اومده پایین، خیلی زیاد میبینید. پس از اینجا موقعی که شما سیف برای جی پی جی میگیرید اینجا کیفیتش رو دست نزنید، بذارید روی 300 باشه. هر چی میخواین کیفیتش رو کم کنین از روی کوالیتی اینجا کمش بکنین. این برای جی پی جی و فایل ای آی. خب اینم از این آموزش، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر همینطور بوده و به دردتون خورد حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین که انرژی فوق العاده از کامنت هاتون میگیرم. در آینده با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم.